داداشم ناراحتت کرد نه؟ اصلا هم این کارو نکرد. اگه از همون خانومه واسم یه دونه گل بخری شاید واسه تعریف کنم آقای چش روشن. خیلی خوب، بریم، زود باش. اون بر بشینیم. داداش، بی زحمت میای. خب، تعریف کن مینا. خب خودت میدونی چه حرفایی به هم زده. همون حرفایی که تو اولین بار دم شرکتتون به هم گفتی. شما با هم فرق داری، نمیشه، اذیت میشی، از این چیزا. ولی خیلی محترمانه حرف زد. به نظرم خوب شد که با هم حرف زدیم. سینا، چرا آقا طوفان و لیلا از هم جدا شدن؟ اختلافات فرهنگی طبقاتی دیگه. اولین دعواشون هم سر بچه بود. داشت طوفان گفت اسم بچه باید ادریس باشه. لیلا هم گفت باید داروک باشه. بعدش هم داداشم رفت شناسنامه بچه رو با اسم ادریس گرفت. بعدش هم دیگه کنار نیومد. آی ببخشید سینا، ولی حق کاملا با لیلا بوده. مگه میشه بدون اطلاع مادر بره اسم بچه رو ثبت کنه بیاد؟ آخه چرا؟ این رسم ماست. وصیت پدربزرگامونه. داشتم اسم پسرش گذاشت ادریس، منم میخوام اسم پسرمو بذارم دورسون. وقتی من و تو بچه دار بشین اسمشو میذارم دورسون. چی؟ نه، من نمیخوام اسم بچه‌م دورسون باشه. واقعا؟ چی دوست داری؟ آرس. آرس دیگه کیه؟ یکی از خدایان مبارز یونانیه دیگه. من اسم یونانی رو بچه نمیذارم بابا. منم اسم بچه‌مو دورسون نمیذارم. اسم بچه من باز دورسون باشه. اسم بچه منم باید آرس باشه، فهمیدی؟ یاشی منو عصبانی نکنم، اسم بچه‌مو میذارم دورسون. نمیشه سینا جون، پس عصبی نشو. اسم بچه مشخصه یاشیم، دورسون. خب من که بچه‌ای به اسم دورسون ندارم، شاید تو از این زن دیگه بچه داری. آره آره، بعیدم نیه، احتمالاً یکی دیگه است. اتفاقا مادرش هم افتخار میکنه به اسمش. جدی؟ پس امیدوارم با مادر دورسون خوشبخت بشی آقا سینا، منم مزاحم کارتون نمیشم. آره کار خوبی میکنی، تو الانش هم زیاد موندی. داداشه درست گفت. گفت بین شماها نمیشه، باید تمومش کنین. اصلا بیا تمومش کنین. آره داداشم خوب گفتم، من که دیگه تو رو نمیخوام. منم همینطور آقا سینا. خب پس چرا الان اینجا نشستی؟ حق با توئه. دبا برو به سلامت دیگه یاشی مراست. باشه سینا. لیاقتت بیشتر از اینم نیست. ای صورت حسابو بیارین دیگه، زود باشین دیگه، بیارینش دیگه. ولی آقا شما که چیزی سفارش ندادی. دیگه صورت حسابو بیار بعد دیگه چشم میدین. چی دفنه بارو چی شکنجه یا رازیالین برای امروز شروع شد. آی حتما باز اینطور قیافه گرفته و وایساده. بله آقا عثمان. چطوری یالین؟ امروز فرصت داری که در مورد اون مسئله دفنه حرف بزنی؟ نمیتونم بیام، یه مشکلی پیش اومده. شوخی نکن، چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ یه مشکل کوچیکه اما خب اذیتم میکنه. پام شکسته و افتادم گوشه خونه. بلا دور باشه. میخوای من بیام پیش تو؟ میشه فردا تشریف بیارین؟ امروز یکم کار دارم. فردا بیام. خب باشه باشه، فقط گوش بده ببین چی میگم. حواست باشه نپیچونی. وگه چی میگین شما؟ چرا بپیچونم؟ امکان نداره. فردا منتظرم آقا عثمان. خداحافظ. عمو عثمان خودمون بود. میخواد حسابمو برسه. متوجه شدم. خوبه پس. ما امروز حسابی کارمونو پیش میبریم، چون برای فردا معلوم نیست کی مرده باشه کی زنده. آره خوب گفتی. البته اگه فردا بهش بگم به خاطر حسادت به دنیا این کارو کردی شاید زنده بمونم. خب راستش دارم برات یه جور مثال میزنم. خب اگه مثلا به گوش مامان بزرگت برسه. داداش طوفانت هم که اینجاست، خودت که میدونی. داری تهدیدم میکنی؟ نه گفتم مثلا، چطور نفهمیدی؟
میگم واقعیت این بوده که همه چی از یه سوء تفاهم شروع شده و تو ترسیدی که موقعیت شغلیت به خطر بیفته. جدی میگی؟ همینطوره. باشه، من الان متوجه منظورت شدم. تهدید نبود، تو واقعا آدم مهربونی هستی و بهتر امروز باهات مهربون باشم. قبل از اینکه کارو شروع کنیم کاری هست که برات انجام بدم؟ خب یه لیوان آب بهم بدی ممنون میشم. میگم امروز خیلی شیرین شدی. وای دختر دیوونه، فکر نمیکردم اینقدر روک باشی. منظورم اون شیرینی نبود، میخواستم بگم که یعنی مشکوک میزنی. خیلی خوب، حالا باشه بهتر من برم یه لیوان آب بیارم. این آب خیلی یخه دختر. یالین هوا خیلی گرمه، تو هم که بچه نیستی. میخوای مریض بشم؟ میبینی که پام شکسته. تازه شروع شده جادوگر جذاب. خرس گنده خجالت نمیکشه، مطمئنم فقط برای این که خرس منو در بیاره همه این کارا رو میکنه. آره شیطونه میگه برو همین بطری رو یه جوری بزن تو صورتش که، ولی حیف نمیشه چون متاسفانه من خیلی مهربونم. آه واقعا که این آقای سرای یه روز بالاخره دیوونم میکنه، از من بورک میخواد، باورت میشه؟ آخه چطور ممکنه؟ بفرمایید خدمت شما رئیس عزیزم، امیدوارم این بار دیگه قابل قبول باشه. آه دفنه، یه لیوان آب نمیتونی بیاری؟ این یکی خیلی گرمه. خوبه که از من دلخور نشو دفنه، اما واقعا گرمه، انگار آب جوشه. بیا خودت بخور، گرمه دیگه، نگاه. آه